جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی و بحران مرگبار حاکمیت. یک مهره خامنه‌ای. ما دکمه عقب‌گرد را زدیم و اینجا شکست خوردیم. قطار هسته‌ای ما بالاخره متوقف شد. یک مهره سرکوبگر اطلاعات آخوندها به شکست رژیم آخوندی و متوقف شدن قطار بیدنده و ترمز هسته‌ای رژیم اذعان کرد و گفت در مذاکرات هسته‌ای ما اینجا شکست خوردیم که کلید عقب‌گرد را زدیم. بعد سیاسیش به نظر من خیلی مهمتر بود. چون اگر شما می توانستید این را تحمیل کنید، چنان اقتداری از شما در جهان ایجاد می شد که شاید اصلاً قابل وصف نمی بود. دو چیز است که انسان را ناراحت می کند. یک، اینکه ملت نمی داند چه چیزی را از دست داده است. دو، مردم نمی دانند که چه کاری را دارند به اسم موفقیت در جیب ما می کنند و این پتک را بر سر ما می زنند که شما دیپلماسی بلد نیستید. دیپلماسی یعنی این؟ خب بنده خدا، این دیپلماسی را که ما 200 سال است داشته ایم. میرزا ابوالحسن چه کار می کرد؟ دیپلماسیش چه بود؟ عقب نشینی در برابر فشار و تهدید. مگر شما به غیر از این می توانستید بکنید؟ این که 200 سال است که داشت انجام می شد. اگر بنا بود از حق مسلم خودم چشم پوشی کنم که این را هر کس دیگر هم می توانست انجام دهد. مهمترین امتیازی که در مذاکرات دادیم توقف پیشرفتمان بود. این قطار هسته‌ای 8 سال داشت با سرعت پیش می رفت، ولی این قطار بالاخره متوقف شد. ما معتقدیم که استراتژی مذاکره استراتژی مناسبی برای چنین مسئله‌ای نیست. با استراتژی مذاکره این مسئله را نمیتوان حل کرد. آن روزی که در زمان انتخابات گفته شد که چرخهای سانتریفیوژ باید به شرطی بچرخد که کارخانه ها هم بچرخد، این در واقع خالی کردن پشت خود در میز مذاکره است. وقتی گفته میشود که خزانه خالی است، پشت دشمن را خالی نمی کنیم، بلکه پشت خود را خالی می کنیم. حملات باند رقیب به رفسنجانی به خاطر نامشروع دانستن دولت 8 ساله گماشته ولی فقیه ارتجا، بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجا، نامشروع خواندن دولت گذشته سخنی ضد انقلابی است. در واکنش به نامشروع خواندن دولت پاسدار احمدی نژاد توسط رفسنجانی، نمایندگان مجلس ارتجا وی را مورد حمله قرار دادند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجا گفت نامشروع خواندن دولت گذشته سخنی ضد انقلابی است. این سخن غیر قابل قبول و مردودی است و اگر آقای هاشمی این مطلب را نگفته آن را تکذیب کند. انتظار این است که دفتر رئیس مجمع تشخیص موضع قاطعانه‌ای بگیرد. حسینی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع به خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گفت کسانی که چنین ادعایی را مطرح کرده اند باید پاسخگوی اتهامی که به نظام و انقلاب وارد کرده اند باشند. ارگان بسیج ضد مردمی نیز در سرمقاله روز شنبه خود حمله شدیدی به رفسنجانی و مواضع او در قبال خامنه‌ای و دولت‌های قبلی کرد و نوشت از کجا می‌فهمیم هاشمی زمینی شده است؟ از آنجا که به مسائل کوچک و کف خیابانی وارد می شود. نقد صدا و سیما، ورود به نقد تأمین اجتماعی، حمله به دولت قبلی، نقد و حمله به سپاه و شورای نگهبان، روحیه انتقام از رد صلاحیت در انتخابات، کینه شطوری، حمایت علنی از کاندیداها و نوع نگاه به دانشگاه آزاد نشان می دهد که هاشمی پایین آمده است. کشتی میگیرد، درگیر میشود و دیگر اصراری ندارد با روحیه پدرانه به حل و فصل اختلافات بپردازد. از مواضعی مانند انتخابات آزاد، ادعای طرفداری از مردم، حمله به صدا و سیما به بهانه سانسور، خطبه 26 تیر ماه 1388، ناآرامی و عدم تمکین به رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، نوع نگاه به غرب نشان می‌دهد که زمین فرود آمدن هاشمی کاملاً در حوزه تجدید نظر طلبی است. می‌توان با صراحت گفت که کم آوردن هاشمی و زمینی شدن وی از زمانی شروع شد که
با شخصیت و شخص وی و فرزندانش برخورد شد.